سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک بیننده های محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام. افتخار دارم و به خود میبالم که امام مهربانی بار دیگر لطف کردند و عنایت خاصشون شامل حال این حقیر شد که بتونم از سرزمین عشق، از شهر مقدس کربلا، از بین الحرمین با شما بیننده های محترم گفتگو کنم. به کربلا خوش اومدید، به هشتگ سوژه خوش اومدید. چهار ساعت از زندگی شخصیه که به بیماری چند شخصیتی مبتلا شده، کسی که ممکنه بین 2 تا 10 شخصیت رو درون خودش داشته باشه اما از وجود اونها مبتلا نباشه. امروز با موضوع چند شخصیتی، بیماری و اختلال چند شخصیتی با شما گفتگو میکنم و از شما میپرسم به نظر شما بهترین راه و درمان و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو به شما بیننده های محترم میده که با شماره برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرین و نظرتون رو در مورد سوژه امروز و سوالی که مطرح کردم بیان کنید. شماره برنامه رو روی صفحه تلویزیونتون میبینید، 20964-770-309-6135. عذر میخوام، شماره تماس برنامه هشتگ سوژه هست که از طریق تلفن و واتساب میتونید تماس بگیرید، 5011 40 70، سامانه پیام کوتاه برنامه هست و @سوژه شناسه برنامه در اینستاگرام. بله بیننده های محترم، در ابتدای برنامه گفتگویی داریم با کارشناس محترم
سرکار خانم امیر فاطمی روانشناس و در موضوع امروزمون و سوژه امروزمون با ایشون گفتگو میکنیم. سرکار خانم امیر فاطمی اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم. بله بله سلام، منم عرض ادب و احترام متقابل دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم. متشکرم، وقتتون بخیر سرکار خانم. به عنوان اولین سوال از خدمت شما میپرسم که بفرمایید اختلال چند شخصیتی چیست؟ اجازه میخوام عرایزم رو با توضیح مختصری در خصوص اختلال شروع بکنم. اختلال چند شخصیتی یک اختلال وخیم روانی هستش که اختلال در هویت شخص صورت میگیره، به این صورت که دو یا چند شخصیت متفاوت کنترل رفتار فرد رو به عهده میگیرن و در زمانهای مختلف تغییر پیدا میکنن. معمولا یک شخصیت نسبت به سایر شخصیت ها غالب هست و این شخصیت غالب نسبت به شخصیت های بعدی فراموشی داره، یعنی از اون آگاهی نداره. یعنی جالبه بدونید که این شخصیت های متفاوت حتی از نظر خصوصیات فیزیولوژیک هم با هم متفاوتن، یعنی میتونه شخص در زمانهای مختلف بهره هوشی متفاوتی داشته باشه، شماره عینکش فرق بکنه، تعداد نبضش، ضربان قلبش از زمانی به زمان دیگه متفاوت باشه. بعد ما انواع اختلال های شخصیتی رو داریم: بدبین یا پارانوئید، منزوی یا اسکیزوئید، وسواسی، نمایشی یا هیستریک، دوری گزین یا اجتنابی، خودشیفته یا نارسیستیک، که تو همه اینها فرد علائمی نظیر ضعف حافظه رو از خودش نشون میده، خارج شدن از دایره زمان رو، گاهی اوقات فرد توهمات شنیداری و گفتاری از خودش نشون میده و اتفاق افتاده که اطرافیان فرد یه خاطراتی ازشون نقل میکنن که اصلا خود این شخص به اون خاطرات واقف نیست، یعنی اصلا اونا رو به خاطر نمیاره. این مختصر توضیح بود. احسنتم، تشکر میکنم. به عنوان سوال دوم عرض کنم که بفرمایید چطور میشه از بروز این اختلال جلوگیری کرد؟ اختلال شخصیت چند شخصیتی یک مکانیزم دفاعیه، یعنی وقتی فرد براش اتفاقات بدی در دوران کودکی براش اتفاق میفته، یعنی مورد ابیوس های مختلف قرار میگیره، ابیوس ها و آسیب های شوی رفتار های جسمی و جنسی و یا دارای تعارضات خانوادگی هست، این به عنوان یه مکانیزم دفاعی عمل میکنه این اختلال شخصیت. یعنی فرد برای اینکه خاطرات گذشته رو از ذهنش پاک بکنه، اونا رو فراموش بکنه، مبتلا میشه به اختلال چند شخصیتی. در بررسی تاریخی این افراد وقتی دقت میکنیم ببینیم که اینا اغلب در دوران کودکی دچار سوء رفتارهای جسمی و جنسی شدن و اغلبشون در دوران کودکی از طرف افراد قابل اعتماد زندگیشون مورد سوء استفاده قرار گرفتن. پس اولین گامی که ما میتونیم در این مسیر برداریم اینه که سبکای فرزندپروری سالم و مقتدرانه رو در پیش بگیریم که در این حال که با فرزندامون دوست هستیم، رفیق و همراهیم، با اقتدار اونا رو مدیریت بکنیم و با ارتقای سطح آگاهیشون اونا رو از خطرات احتمالی آگاهی بدیم، چون عوامل آسیب‌های دوران کودکی میتونن زمینه ساز این اختلال باشن و هر چقدر ما آگاهیمون زیاد باشه به کودکام و به نوجوانامون آگاهی بدیم، میتونیم اونا رو از آسیب‌های جدی در امان داشته باشیم. احسنتم. و به عنوان آخرین سوال بفرمایید که اگر کسی به این بیماری مبتلا شد چه روندی رو برای درمان باید طی کنه؟ اختلالات چند شخصیتی یا هویت تجزیه‌ای خود به خود قابل درمان نیستن. درمان اختلال با روانکاوی، هیپنوتیزم، درمان‌های شناختی، گروه درمانی، خانواده درمانی و مدیریت عاطفه صورت می‌گیره، چون بنا به این هست که این تعدد شخصیت‌ها منحصر بشه به یک شخصیت واحد که بتونه این عواطف خودش رو کنترل بکنه، تحت کنترل داشته باشه. یعنی هدف درمان محدود کردن شخصیت فرد به یک هویت واحد و منحصر به فرد که قادر باشه عواطف خودش رو کنترل بکنه. درمان داروی خاصی هم براش توصیه نکردن، فقط از طریق درمان‌های روانشناختی که گروه درمانی و خانواده درمانی و رابطه درمانی رو شامل میشه براش پیش‌بینی کردن قابل درمان هست. انشاءالله. تشکر میکنم سرکار خانم از اینکه وقتتون در اختیار برنامه هشتگ سوژه قرار دادید. نایب وزیر خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله بیننده های محترم، ممکنه شما هم در طول زندگیتون تا کنون با چنین افرادی برخورد داشته باشید یا اینکه در اطرافیانتون، در نزدیکان چنین فردی رو داشته باشید. اگر اینطور هست تماس بگیرید و بفرمایید که چه تجربه‌ای داشتید از برخوردتون با یک انسان مبتلا به بیماری چند شخصیتی و چه آزارهایی میبینه این شخص و اطرافیانش، چه نوع برخوردهایی رو صحیحه که باهاش داشته باشن و او رو بتونن خیلی سریعتر به حالت عادی و نرمال خودش برگردونن. ممنونم و منتظر تماستون هستیم. آمارهای مختلفی هست راجع به این بیماری، مختلف از نظر از جنبه های مختلف عرض میکنم. سازمان بهداشت جهانی طبق آماری که منتشر کرده میگه 21 میلیون تن در جهان با اختلال چند شخصیتی مواجه هستند که حدود 12 میلیون نفر از اینها مردان هستند و 9 میلیون نفر زنها. این بیماری در بین مردها بیشتر شیوع داره. و حالا از نشانه های بیماری چند شخصیتی، از علائمش، علائم مختلفی رو ذکر میکنن در مقاله های علمی که منتشر شده، مخصوصا در مقاله های سازمان بهداشت جهانی و حالا کتب مادری که در این زمینه هست و میشه مراجعه کرد به عنوان منبع. من چند نمونه از این نشانه ها رو، مهمترین نشانه هاش رو عرض میکنم خدمتون. ضعف حافظه و خارج شدن از دایره زمان و فراموشی لحظه ای، یا مشکل در به خاطر آوردن برخی اطلاعات فردی که قابل توجیه با فراموشی معمولی نیست. این یکی از نشانه های انسان چند شخصیتیه. مطلب دیگر، افراد یا اطرافیان خاطره هایی رو برای اون شخص بیان میکنن که اون شخص خودش به خاطر نمیاره، که کارشناس محترم هم اشاره کردن به این مورد. و یکی از شاید رایج ترین نشانه هاش این باشه که شخص مبتلا به چند شخصیتی توهم شنیداری یا گفتاری داره. شما میبینید که در جمع خانواده نشسته و صورت خودش رو به طرفی میکنه، با شخصی صحبت میکنه که افراد خانواده اون شخص رو نمیبینن. و از این دست توهمات شنیداری یا دیداری، بیمار چند شخصیتی خودش بیشتر از اطرافیان، اطرافیان و افراد دیگر مورد آزار و اذیت قرار میگیره، من جمله سردردها، افسردگی و عصبانیت‌های بی‌دلیل ممکنه در این بیمار دیده بشه که بسیار رنج میبره. سرکار خانم خیری با ما هستن از شهر تهران. سلام میکنم خدمت شما. خانم خیری صدای بنده رو دارید؟ بله بفرمایید. سرکار خانم بفرمایید که به نظر شما بهترین راه پیشگیری و درمان اختلال چند شخصیتی چیست؟ اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. سلام، شما متشکرم. و اینکه راستش بخواید من خودم همین امروز متوجه شدم که اصلا دچار این مورد چند شخصیتی هستم. یعنی الان هم داشتم برنامه‌تون رو نگاه میکردم و اصلا به حرفاتون رو که میزدین کلی دقت کردم. به نظر خود من، حالا نمیدونم نظر علمی و ایناشو نمیتونم بگم، ولی خود من این تجربه که داشتم تو وجود خودم، آقام امام حسین بوده و توسل به ایشون. چون حرفاتون رو که گوش میکردم متوجه شدم منم همچین چیزایی رو گذروندم، ولی توسل با آقا امام حسین و آشنایی با آقا امام حسین بوده که حالا من تو تمام شخصیت هایی که همین چیزایی که شما الان گفتیم برای من همش اتفاق می افتاد، تو تمام این شخصیت هم تنها چیزی که ثابت بود واسه من و هیچ وقت نه فراموشش کردم نه
بله. وجود نداشت، این توسل به آقای امام حسین بود. و اینکه از نظر من کسی که درک کنه این توسل و با همه وجودش توسل پیدا کنه به این خاندان و به خیمه آقای امام حسین، واقعا میتونه از همه چی نجات پیدا کنه، چه برسه به اختلال و چند شخصیتی بودن. چون جوری که وجود آدم رخ نمی کنه که چه شخصیت خوبی داشته باشی چه شخصیت بدی داشته باشی، این وقتی این توسط وجود رو ریشه میکنه، اول آخر تو رو به یه چیز ثابت و خیلی نمیدونم چطور باید بگم. شما الان سرکار خانم این دوران رو پشت سر گذاشتید و به تک هویتی رسیدید. من میگم تازه همین امروز متوجه شدم که این مشکل رو دارم، ولی خیلی هم اذیت میشدم. همیشه برام سوال بود که من چرا اینجوریم، چرا اصلا حالی به حالی میشم. ولی دقیقا هم همین امروز متوجه شدم که تنها چیزی که راه نجاتی که دارم این توسلمه. و همیشه هم حتی اگه بیراه رفتم حس کردم که این توسل منو برگردونده، اگه سردرگم بودم، اگه همین چیزایی که میگیم، اگه چیزی فراموشم میشد، اگه افسردگی که داشتم، همش با این عشق برطرف شده الحمدلله. حالا من پیشنهاد میکنم که یک مشاوره هم بد نیست که مراجعه بکنید. ممکنه این نشانه هایی که شما تصور میکنید نشانه های چند شخصیتی باشه، ممکنه این بیماری نباشه و مشکل حادی نباشه، چند شخصیتی نباشه. بد نیست که مشاوره هم تشریف ببرید. بله، در هر صورت میگم شاید هم فرمایش شما اینجوری نباشه، ولی من تنها راه نجاتی که میبینم همین توسل به آقای امام حسینه. خب این مطلبی این که میفرمایید، بله، شما خودتون وقتی نتیجهش رو دیدید، اثرش رو دیدید، یقینا در ادامه هم البته این توسل رو باید درک بکنی، یعنی بله. مطالعه داشته باشی ببینی به چی اصلا این چیزی که میگی توسل دارم، بفهمی این توسل یعنی چی، چون این عظمتش جوری وجود آدم رو میگیره که اصلا آدم نمیتونه، زبان آدم قاصره اینو توصیف کنه. میگم خود من مطالعه هم خیلی کم بوده و خیلی دوست دارم بیشتر مطالعه داشته باشم، بیشتر بفهمم به چی دارم عشق میبرم، به چه عظمتیه این توسلی که دارم میگم اصلا یعنی چی. هرچی بیشتر آدم متوجه میشه بیشتر اصلا نمیدونم چجور باید بگم. تشکر میکنم سرکار خانم از تماستون با برنامه و همراهیتون با برنامه هشتگ سوژه. نایب و زیاره شما هستیم در کربلا، انشاءالله به زودی مشرف شید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، از این فرصت من استفاده کنم و قبل از اینکه تماس بعدی رو وصل کنن بریم به پیام هایی که شما بیننده های محترم ارسال کردید سری بزنیم و تا جایی که زمان به من اجازه بده چند پیام رو بخونم. پیام های اینستاگرام هشتگ سوژه رو میخونم. میتونید موبایلتون رو بردارید و اینستاگرام برنامه رو مقابلتون داشته باشید و این پیام ها رو شما هم ببینید. بله، آقای جعفر در اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه نوشتن این معضلات بخش عظیمی از آن برمیگردد به شرایط اقتصادی، به شرایط اجتماعی، قسمت اندکی می توانیم بگوییم سیستم خانوادگی پرورش یافته، بحث ژنتیک نیست. عامل تأثیر گذار همان شرایط اجتماعی و محیطی است. بله، بیننده دیگری با شناسه منتظر ظهور، بله، نوشتن الان که متوجه شدم این یک نوع بیماریه. وقتی دقت میکنم میبینم تا حالا خیلی ها رو با این ویژگی دیدم، تو خانوم ها خیلی زیاده. آقای کارگردان، من فکر میکنم این پیام های اینستاگرام بنده هست. بله، اینجا اشتباه نوشتن که اینستاگرام سوژه، اینستاگرام شخصی بنده هست. اگه مراجعه میکنید به برنامه، به اینستاگرام برنامه و این کامنت ها نیست، این اشتباه ببنده ببخشید،
اشتباه به بنده اطلاع دادن، اینستاگرام شخصی بنده میتونید مراجعه بکنید و این کامنت ها رو ببینید. بله، منیر نوشتن به نظرم مراجعه به یه روانپزشک هست و دریافت راهکارهای مناسب از پزشک. حالا تا همین قسمت پیام ها و کامنت های اینستاگرام کفایت میکنه. اگر فرصت داشته باشیم پیام های سامانه پیام کوتاه رو بریم و مرور کنیم. تماس داریم. سلام میکنم با آقای مصطفی از اصفهان. سلام بر شما، متشکرم، وقتتون بخیر. آقای مصطفی بفرمایید که به نظر شما بهترین راه پیشگیری و درمان اختلال شخصیتی چیست؟ عرضم خدمتی که من فکر میکنم که شرایط محیطی مؤثره و به پزشک مراجعه کردن و ریشه یابی کردن درمان خوب میتونه باشه. حالا اگه سوالی دیگه داشته باشین من خدمتتون هستم. شما خودتون شخصا با کسی که دچار چند شخصیتی باشه برخورد داشتید تا الان؟ خب متاسفانه کسایی که احتمالی روانی دارن اصلا زیر بار نمیرن به خاطر اینکه این مشکلات روانی رو دارن. باید کمکشون کرد، باید حدی اردن به یک پزشک به یک متخصص مراجعه کرد تا مشکلشون رو بتونن حل بکنن. بله انشاءالله. تشکر میکنم آقای مصطفی از تماستون. نایب و زیارتون هستیم در کربلا، انشاءالله به زودی مشرف. شما واسه دعا دارم. خیلی خیلی متشکرم. انشاءالله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. بله، پیام های سامانه پیام کوتاه رو بریم و مرور کنیم. پیام هایی که شما بیننده های محترم به شماره 5011 4070 ارسال کردید از طریق اسمس از کشور ایران. آقای محمد از قزوین نوشتن باید فعالیت‌های انجمن‌های مدافع حقوق کودکان آزاد باشه تا اونها بتونن از تجاوزها و جنایت‌هایی که به کودکان میشه جلوگیری کنن، چون کسانی که در کودکی بهشون تجاوز میشه در آینده به این بیماری دچار میشن. البته همه نه و مطلب عام و کلی و 100% نمیتونه باشه این. آقای محسن از تهران نوشتن چند شخصیتی نه تنها بین مردم عادی بلکه بین شخصیت‌های بزرگ هم مشاهده میشه، یه بیماری همه‌گیر شده. حامد از رفسنجان، من خودم با این اختلال مواجه بودم، البته نوع خفیفش، و خدا رو شکر از طریق روانپزشک مداوا شدم، شکر خدا. سعید از تهران، اختلال چند شخصیتی عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز که به تناوب رفتار را کنترل می کنند. معمولا این شخصیت ها نام و سن و مجموعه ای از خاطرات و رفتارهای ویژه خود را دارند. در اغلب موارد یک هویت اصلی با نام واقعی شخص وجود دارد که منفعل، وابسته و افسرده است. تشکر می کنم از بیننده های محترم. آقای حمید از آبادان نوشتن اگر بیمار دچار بیماری‌های دیگری نشده باشد احتیاجی به بستری شدن ندارد و طی جلسات روانکاوی و هیپنوتیزم در مطب خاطرات تلخ پاک خواهد شد و چندین شخصیت تبدیل به یک شخصیت خواهد شد. آقای امید از اهواز نوشتن باید پدر و مادر از کودکی شخصیت فرزند خودشون رو طوری بسازن که دچار این بیماری نشه. در این زمینه انشاءالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم داشت. خانم مینا از تهران نوشتن ما همه روزه با صدها مورد مواجه میشیم که چندین شخصیت دارن، این به خاطر بیفرهنگی ماست. نمیدونم، یکم شاید اغراق آمیز باشه که یا موضوع اختلال چند شخصیتی رو با بیماری دیگری اشتباه گرفته باشن و اینکه نوشتن که با صدها مورد روزانه مواجه میشیم واقعا یک مقدار عجیب هست. خانم فاطمه باید الگو سازی کرد. وقتی کسی با الگوهای مختلف و غلط روش میکنه هر کدوم از اون الگوها یک قسمتی از شخصیت رو تشکیل میدن و بعدها انسان دچار چند شخصیتی میشه. بیننده ای نوشتن باید از
بله به پیام های واتساپ رفتیم. پیام های سامانه پیام کوتاه تمام شد. بله و پیام های واتساپ هست. خانم فاطمه نوشتن باید الگو سازی کرد. وقتی کسی با الگوهای مختلف و غلط روش میکنه، هر کدوم از اون الگوها یک قسمتی از شخصیت رو تشکیل میدن و بعدها انسان دچار چند شخصیتی میشه. بیننده دیگری به سامانه واتساپ برنامه نوشتن باید از کودکان مراقبت کرد که با خطراتی مواجه نشن که روی شخصیتشان تأثیر منفی بگذارد. بیننده دیگری نوشتن چند شخصیتی یک اختلال روانیه و باید به روانپزشک مراجعه کرد. بله همینطور هست. زهرا از کاشان باید در انتخاب همسر و زمان بچه دار شدن و تربیت کودک به فرمایشات اهل بیت عمل کرد تا نسلی سالم و به دور از بیماری های روحی و روانی داشته باشیم. حسین رستمی ننوشتن از کجا، به واتساپ برنامه این مطلب رو ارسال کردن. باید مسئولین رسیدگی کنن به این نوع بیماران که خیلی از اونها حتی بیماری خودشون رو نمیدونن. احمد در واتساپ ارسال کرده بیماری چند شخصیتی ضررش متوجه اطرافیان اون بیماره، باید اطرافیان برای درمانش تلاش کنن. این مطلب درسته آقای احمد آقا، ولی خود بیمار هم بسیار بسیار رنج میبره و بسیار اذیت میشه. مونا از رشت، والا به نظر من سوژه خوبیه، هم برای نویسنده ها و فیلمساز ها و هم برای شما که برنامه اش رو برید. نمیخواد دنبال درمان باشیم و نون کسی رو ببریم. من تعجب میکنم از این نوع دید، ولی ما امانت داری میکنیم و پیام هایی که ارسال میشه رو بر حسب امانت میخونیم و فیلم هایی که شما اشاره کردید خانم مونا اگه اشتباه نکنم از رشت، این فیلم ها تمامش برای آگاهی دادن به مردم هست و این مطلبی که شما فرمودید من نمیدونم روی چه حسابی نوشتید، انشاءالله که مزاح بوده، اما ما امانتداری کردیم و خوندیم و اتفاقا فیلم های خوبی هم در این زمینه تولید شده برای آگاهی دادن به مردم جوامع مختلف که بدونن آشنا بشن با این اختلال و بتونن پیشگیری کنن و به موقع درمان کنن. بله بیننده های محترم، عرض کردم قبل از تماس از نشانه ها و عوامل بیماری چند شخصیتی چند موردش رو عرض کردم که تیتروار عرض کردم و ادامهش رو دیگه نیازی نیست، در خدمت کارشناس برنامه هم هستیم، انشاءالله مفصل توضیح خواهند داد. و در مورد شخصیت هر انسان آیه 84 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی خود عمل می‌کند. این شاکله اشاره به بخش زندگانی هر انسانی بوده و هماهنگ با طبیعت هر انسانی که در این رابطه باید به الگوهای رفتاری از افکار، احساسها و رفتارهای خاص اشاره کرد که در طول زمان و موقعیت‌های گوناگون پایدار هست و یک شخص را از شخصی دیگر متمایز می‌کند. بله مطلب در زمینه این اختلال و این بیماری واقعا زیاد هست. من تیتروار هم که بخوام اشاره کنم زمان برنامه به من اجازه نمیده، فقط اجازه میخوام که در خدمت روایات اهل بیت علیهم السلام باشیم. از اونجا که یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اختلال و مبتلا شدن به بیماری چند شخصیتی میرسه و برمیگرده به دوران کودکی شخص بیمار، دورانی که ممکنه آسیبی جدی دیده باشه در اون دوران. حالا معمولا در مقاله ها اشاره میکنن به آسیب جسمی یا جنسی، ولی همه این آسیب این نیست، فقط آسیب جنسی نیست، آسیب های روحی روانی و از دست دادن پدر مادر، تصادف هولناک، یک موردی که آسیب جدی در زندگی اون کودک بوده و برای فرار از اون آسیب در آینده
این شخص پناه میبره به هویتی دیگر، هویتی کاذب، شخصیتی دیگر و خودش رو پشت اون هویت پنهان میکنه و شاید خودش اصلا متوجه نباشه که دچار بیماری چند شخصیتی شده، ولی به مرور زمان ممکنه از این دو شخصیت به سه شخصیت، چهار شخصیت تا ده شخصیت برسه. از اینجاست که خیلی خیلی متخصصین و روانشناسان سفارش میکنن که در زمان کودکی باید یک سری امور به کودک آموزش داده بشه، مخصوصا در مورد رفتارهای جنسی و اینکه کودک به سن نوجوانی میرسه یا در همون زمان کودکی وقتی که کشف میکنه اعضای بدنش رو، کودکی که در سن شاید یک سالگی یا کمتر کشف میکنه دستش رو، چشمش رو، بینی خودش رو، گوش خودش رو، تمام اعضا و جوارح بدنش رو کشف میکنه، اونجا هست، از اونجا باید پدر و مادر به وظیفه خودشون عمل کنن و از همون سن با روش‌های مخصوص خودش به اون کودک بفهمونن که بعضی از اعضای بدن تو خاص خودت هست، بعضی از اعضای بدنت رو نباید در اختیار کس دیگه قرار بدی و به مرور زمان تا به سن نوجوانی میرسه در هر وهله‌ای باید کودک رو و نوجوان خودشون رو مرحله به مرحله با این رفتارهای جنسی آشنا کنن که خدا اینا کرده این کودک و این نوجوان در سنین بالاتر یا نوجوانی دچار مشکلی نشه که بخواد در آینده به هویت دیگری پناه ببره و اون آسیبی که دیده رو پنهان کنه. بله، اشاره میکنن که تماسمون با کارشناس محترم برنامه برقرار شده، سرکار خانم زارع‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. اگر صدای من رو میشنوید سلام میکنم خدمت شما. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون، خیلی خوشحالم که این وقت در اختیارم قرار دادید. بفرمایید. سلام بر شما، متشکرم، ممنون. سرکار خانم دکتر بفرمایید که به عنوان اولین سوال من بی مقدمه وقتتون رو نگیرم. بله کارشناس محترم، به عنوان اولین سوال عرض کنم که علائم و نشانه های این اختلال چیست؟ اگه اجازه بدین ابتدا یه تعریف خیلی کوتاهی در حد دو جمله از اختلال ارائه بدیم و بعد در مورد علائم اختلال صحبت کنیم با هم. بله. اختلال چند شخصیتی که البته این اسم قدیمی اختلاله که به تازگی به نام اختلال هویت تجزیه‌ای شناخته میشه. بله. اختلالی که در اون فرد چندین شخصیت داره که متناوباً هویت و زندگی اون رو در دست میگیرن. گهگاهی که از شخصیت رو بروز میکنه و فرد متوجه به اون شخصیتش زندگی میکنه. خب در مورد این اختلال و علائمی که داره، ببینیم مثلا با این فرد صحبت میکنم براش از خاطراتی میگن، از اتفاقاتی میگن که خودش اصلا به یاد نمیاره و براش خیلی عجیبه. یعنی این یه قسمت زندگیش رو شاید به مدت چندین هفته، چندین روز یا چندین ساعت کاملا فراموش میکنه. برای همین اسم هویت تجزیه‌ای هم بهش داده شده، یعنی براش تجزیه میشه و چیزی یادش نمیمونه. از این علائم که گفتم یکیش همین از دست دادن حافظه‌اش برای مدت چندین روز، چندین ساعت، خب به خاطر اینکه شخص دیگه بروز کرده و با اون زندگی کرده. از علائم ظاهریش سردردهای متناوب برای شخص، البته درد در باقی قسمت‌های بدنش هم دیده میشه. ممکنه مثلا جایی رفته با یه شخص دیگرش زمین خورده، اتفاقی براش افتاده، تصادفی کرده و درد داره و یادش نمیاد که چرا این اتفاق براش افتاده. و چندین علامت دیگه. البته میدونید بیشتر علت این اختلال به نظر من بهتر توی برنامه بحث بشه که انشاءالله به اونم پای پرداخت. بله، علل بروز بیماری رو هم بفرمایید. بله بله، در مورد علل بروز این بیماری ببینید دو تا مسئله خیلی مطرحه. اول این مسئله در مورد وراثت صحبت میکنن، ولی در مورد مسئله وراثت تحقیقات چندان قوی نیست، نه اینکه رد بکنن.
اتفاقا بررسی کردن دیدن قسمتی که مربوط به حافظه شخصه رشد عجیبی داره. چرا؟ ببینید این چند تا شخصیت داره، با یه شخصیت زندگی نمی کنن. ممکنه تعدد شخصیت ها از 2 به 100 برسه که میانگینش 10 تاست. برای همین این قسمت های مربوط به حافظه رشد فراوانی می کنن. برای همین این جنبه ارثی بودن و وراثت مطرحه. این تحقیقات نسبت به دلیل دومش که الان بحث خواهم کرد مختصر تره. دلیل اصلی دیگه که مورد بحث برای ما اتفاقهایی که در کودکی برای شخصی که مبتلا به این اختلال میشه میفته. 98 تا 99% موارد آزار جنسی رو در کودکی تجربه میکنن. آزار جنسی، جسمی، روحی و فیزیکی. این آزارهای شدیدی که برای بچه در این سن اتفاق میفته منجر به این میشه که نتونه در دوران جنسیتی تحمل کنه. در نتیجه در ماورای ذهنش شروع میکنه به پدید آوردن شخصیت‌های جدید که اگه اجازه بدیم میتونم به صورت تفصیلی در چندین مرحله توضیح بدم که شخصیت‌های جدید چطوری تشکیل میشن. اجازه میدید؟ خواهش میکنم، به اختصار بفرمایید. بله بله. ببینید شخصی که اتفاق خیلی بدی براش میفته، مخصوصا برای یه بچه، آزار جنسی گفتم و به خیلی مهلکیه. آیا شما باید برای یه بزرگتر شما فکر کنیم برای بچه چقدر سخته؟ این چطوری باید با این درد و رنج ناشی از اون دوام بیاره؟ چیکار میکنه؟ خب چند تا راه حل ما میبینیم. یه راه حلش اینه که خب اون شخص خودکشی بکنه و متاسفانه آمار خودکشی در بین اشخاصی که این اختلال رو دارن، یعنی اختلال چند شخصیتی، خیلی بالاست. ولی خب برای بچه ها اینطوری نیست. بچه ها هنوز به اون بینش، به اون آگاهی و به اون سلوکا نرسیدن که فکر کنن یکی از راهایی که میتونن از این رنج رهاشن خودش رو بکشن. این نیست. این بچه ها میاد به این فکر میکنه که چطوری این رنج رو تحمل کنن. این درد ناشی از اون اتفاق رو، اون تروما در واقع همون ضربه مهلکه، به ماورای ذهنش، به ناهوشیارش و ناآگاهیش میفرسته و یه شخصیتی جدید خلق میکنه. حالا چرا شخصیت ها تعدد پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه شخصیت اصلی ما یه شخص منتعم و اکثرا تفسوه و شخصیت های جدیدی که ایجاد میشن تفوپیر، پر از انرژی، پر از توفیانگری و زورگون. در واقع این چیزایی که اون دوست داره بهشون دست پیدا کنه و برای خودش پدید میاره، به وجود میاره. بله تشکر میکنم سرکار خانم زارزاده. به عنوان آخرین سوال عرض کنم خدمتون که چطور میتونیم تصویری واضح از تغییراتی که یک فرد چند شخصیتی با اون مواجه میشه داشته باشیم؟ معذرت میخوام، من صداتون نشنیدم، یه بار دیگه هم میشه سوالتون تکرار؟ چطور میتونیم تصویری واضح از تغییراتی که یک فرد چند شخصیتی باهاش مواجه میشه داشته باشیم؟ ببینیم در مورد این علائمی که براشون رخ میده به اختصار صحبت کردم، ولی همیشه ادبیات و سینما راهی برای اینکه ما بتونیم یه شکل نمادین و شماتیک از اتفاقایی که دور برمون میفته رو داشته باشیم. در مورد اختلالات و این مسائلی که اشخاص باشون درگیرن، از جمله بیماری‌های روانی، فیلم‌های زیادی ساخته شده. در مورد اختلال شخصیتی هم به همچنین چند تا فیلم مطرح و خوب هست که من اسمشون رو ذکر می‌کنم و به بینندگان عزیزمون توصیه می‌کنم که برای آشنا شدن با این بیماری حتی به صورت نمادین و شماتیک به اونا مراجعه بکنن. یکی فیلم سه‌چهره ای رو داریم که در سال 1957 ساخته شده. فیلم قوی هست. فیلم من خودم و ایرن در سال 2000 کار شده. یه فیلم دیگه از استاد دیوتی سینما از آلفرد هیچکاک به اسم روانی هست در مورد اختلال چند شخصیتی و یه کتاب هم تحت عنوان دکتر جهیل و هم مستر هایت که در مورد یه شخص که دو تا شخصیت متفاوت داره هست. به نظرم اگه بینندگان برنامه این کتاب رو مطالعه کنن و این چند فیلم رو ببینن، یه نمای شماتیکی از اختلال چند شخصیتی بهشون میده و نحوه درمان چطوری، برای درمان اجرا میشه، چه کارهایی انجام میشه. البته خب من اینجا تاکید میکنم که 100% همین چیزایی که توی فیلم به ما نشون میدن یا توی کتابا مینویسن نمیشه تایید کرد، ولی خب اینا به مشاورهای روانشناس و روانپزشک دارن و فیلمنامه ها با تفکر و تعامل نوشته شده. به نظرم دیدنشون بیفایده نباشه. انشاءالله. من این سوال رو به عنوان آخرین سوال عرض کردم خدمتتون، ولی مطلب دیگه ای به ذهنم اومد که اگر فرصت داشته باشید ازتون بپرسم الان. خواهش میکنم، بفرمایید. متشکرم.
عرض کنم در مورد اینکه اطرافیان شخص مبتلا به این اختلال چه نوع رفتارهایی باید با این شخص داشته باشن و اینکه راه درمان این اختلال چی هست اگر امکانش هست توضیح بفرمایید. بله، به اختصار براتون بگم که برای درمان این بیماری اصلی ترین شیوه در صورت عدم وجود بیماری های دیگه. ببینید خب بعضی بیماری ها چند بیماری دیگه هم همراهش هستن. اکثر اشخاصی که چند شخصیتی هستن مبتلا به افسردگی های شدید هستن. حالا چرا افسرده؟ چون گفتم شخصیت اصلی ممتنه، وابسته، پسیفه، تحت تاثیر دیگرانه. این اشخاص به خاطر افسردگی که تجربه میکنن توی خانواده روابط متزلزلی دارن و با بقیه نمیتونن ارتباط خوبی بگیرن. برای درمان از روان درمانی استفاده میشه. شخص میاد خودش از نظر هیجانی تخلیه میکنه، جلسات روان درمانی براش برگزار میشه و از خاطرات حفظ کودکیش پرده برمیداره. این کم کم باعث میشه که چندین شخصیت پرخاشگرش نقاط مشترکی پیدا کنن، به هم نزدیک شن و یکی بشن. یعنی درمانگر در اکسل دست به این میزن که شخصیت متلاشی کننده به تکانشگر این شخص رو شناسایی کنه، اینا رو به هم نزدیک کنه و دست ایجاد اتحاد برای یک شخصیت سالم بزنه. خانواده شو رفتری باید بکنن. این پروسه خانواده درمانیه به حمایت های خانواده، یعنی کنارش باشن، درکش کنن و بهش کمک کنن. بله، تشکر میکنم سرکار خانم زارع‌زاده از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه هشتگ سوژه قرار دادید. در شهر مقدس کربلا انشاءالله حرم امام حسین علیه السلام دعاگو و نایب و زیارتون خواهیم بود. انشاءالله به زودی مشرف بشید کربلا. خواست دعا. ممنون، لطف دارید، تشکر از شما و بینندگان محترمتون که وقتشون رو در اختیار من گذاشتن. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون. بله، تشکر میکنم از سرکار خانم زارع‌زاده که با بیان شیوای خودشون و تخصصی که دارن و تجربه‌ای که در این زمینه با بیمارهای مختلف دارن، انشاءالله که مطالبشون برای شما بیننده ها هم مثل من مفید بوده باشه. عرض کردم به روایات اهل بیت علیهم السلام که مراجعه کنیم، در این زمینه نکات بسیار مهم تربیتی به چشم میخوره در مورد رفتار با کودکان و پرهیز از اون آسیب‌هایی که باعث میشه در آینده اون کودک به هویت دیگری پناه ببره و خودش رو و اون آسیبی که دیده رو بخواد پنهان کنه پشت یک هویت دیگری. پنجمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرمایند برای شیر دادن کودک خود دایه خوش اخلاقی استخدام کنید و از دایه بد اخلاق بپرهیزید، زیرا شیر ویژگی ها را سرایت می‌دهد. نکته بسیار مهمیه برای اون دسته از مادرانی که شیر ندارن و از شیر مصنوعی هم استفاده نمی‌کنن و از دایه استفاده می‌کنن. تماس داریم؟ بله، سلام میکنم با آقای رضا از اسلام شهر. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما، متشکرم. جناب آقای رضا، بفرمایید به نظر شما بهترین راه پیشگیری و درمان اختلال چند شخصیتی چیست؟ والا من فکر میکنم که اختلال چند شخصیتی الان تو خود ما شیعیان، مخصوصا حالا از طرف برنامه‌ای که از طرف شما پخش میشه، خیلی بیشتره. حالا من میدونم شما این همه دم از امام حسین و اهل بیت دارید میزنید، داره زحمت میکشید واقعا از ایشون و مصائبی که ایشون کشیدن و تعریف میکنید و بقول ما تمجید میکنید، اما الان تو این موقعیتی که دور تا دور شیعیان ما، تو طرفداران اهل بیت ما، داعش و تکفیری و عمل تکفیری میکنن ایشون. ادامه بدید، میشنم. الو، صداتون رو داریم. الو، صداتون رو داریم، ادامه بدید، بفرمایید. داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که الان دو تا دور شیعیان کشور ایران خودمون رو عرض می‌کنم خدمتتون که داعشی و نمونه‌های این که بقول ما طرفدارای آل سعود هستن و دین اسلام دارن واقعا یه دین خشن و زورگو غیر انسانی معرفی می‌کنن. از این بدم که الان این شهید حجاجی ما رو که به طرز وحشیانه درشون رو بریدن، واقعا امام حسین وار
یه برنامه شما یه هشتگی یه سوژه از این مناسبت پیدا نمی‌کنه مثل این. حتی من شبکه‌های سنی دیدم تشکر کردن از این موضوع، چون واقعا این داره با داعش‌های زورگو خشن در این راه کشته، در راه اسلام کشته شده. ولی در متاسفانه برنامه شما اصلا از این موضوع یه موضوع قابل چیزی نداشته برامون. یعنی شما بیننده تلویزیون امام حسین هستید؟ بله هستم. برنامه ها رو پیگیری میکنید؟ من حالا دو سه روز پیگیری نکردم، ولی امروز اومدم توی برنامه داشتم نگاه میکردم. خسته نباشید، باید بگم خدمت شما وقتی پیگیر نمی کنید و اخبار شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان، تنها اخباری که در کره زمین خاص شیعیان جهان هست از تلویزیون امام حسین علیه السلام داره پخش میشه و لحظه به لحظه تمام اخبار شیعیان رو رصد میکنه و اطلاع رسانی میکنه، شما وقتی پیگیری نمیکنید چطور همچین تهمتی حاضرید به ما بزنید و اینطور؟ مگه برنامه معذرت میخوام، برنامه شما مگه سوژه نیست؟ چه سوژه بهتر از این شهید حجتی شیعه خودمون؟ برنامه سوژه رو یقیناً شما خب برنامه سوژه رو هم پیگیری نمیکنید. اگر پیگیری میکردید میدیدید که سوژه های مختلفی به وقت خودش داشتیم و تمام اینها رو مطرح کردیم. قسمت قبل برنامه ما اختصاص داشت کامل به انفجارها و وقایع تروریستی که در افغانستان اتفاق افتاد و در تمام سوژه ها آنلاین تمام این وقایع رو پیگیری کردیم. بله آقای کارگردان اشاره میکنن که تماس رو از دست دادیم، هرچند صحبتشون رو کردن ایشون و مطلبی نمونده بود و من عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم که تماس این بیننده ارتباطی به موضوع برنامه نداشت. منتها ما شعارمون که نه، در عمل هم میبینید و بارها دیدید که آزادی بیان هست و هر کسی میتونه با هر دیدگاه و عقیده‌ای زنگ بزنه و صحبتش رو بکنه. از این جهت بود که ما تماس ایشون رو قطع نکردیم مثل سایر تماس ها. آقای سلیمان از تهران با ما هستن، سلام میکنم خدمت شما. سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر باشید. شکرم، لطف دارید. آقای سلیمان شما بفرمایید، نظرتون چیه؟ بهترین راه برای پیشگیری و درمان اختلال چند شخصیتی رو چه میدونید؟ من فکر میکنم اختلال چند شخصیتی اونم در بعد مذهبی بالاترین اختلاله و اون هم حتما باید نسبت به این موضوع مراجعه بکنیم به علمای سلفمون، علمای بزرگ خودمون، علمای شیعه. برای این نمونه ای که میفرمایید اختلال چند شخصیتی مصداقی دارید براش؟ اختلال چند شخصیتی مثل این میمونه که تو همین شیعه ویز و شبکه امام حسین میان تکفیری ها رو به عنوان سنی تندرو مطرح میکنه. اینها اهل سنت نیستن، حتی اهل سنت اینها رو اسم دیگری تماس گرفتن. من واقعا متاسفم برای این بیننده محترم که به دروغ خودشون رو به یه اسم دیگه معرفی میکنن. اگر همون اسم قبلی خودتون رو هم میگفتید تماس شما وصل میشد، نیازی به دروغ گفتن نیست و من عذرخواهی میکنم تماس ایشون مجبوریم قطع کنیم چون که خارج از موضوع و سوژه امروزمون هست. بله تماس بعدی رو وصل میکنید؟ بله من در این فاصله استفاده کنم از محضر احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند حق فرزند بر پدر این است که نام نیکی بر او بگذارد و او را به خوبی تربیت کند. یکی از مصادیق خوب تربیت کردن فرزند این هست که از همان دوران کودکی و نوجوانی فرزند رو پدر وظیفه دارد و مادر فرزند رو با رفتارهای جنسی آشنا کند. اگر پدر و مادر آشنا نکردن، همینطور که کارشناس محترم قبل از چند دقیقه اشاره کردن، یکی از مهمترین دلایل اختلال چند شخصیتی همین مسئله هست که پدر و مادر به وظیفه خودشون عمل نکردن، کودک خودشون رو، نوجوان خودشون رو با رفتارهای جنسی آشنا نکردند و آسیب‌های جدی می‌بینه این کودک، این نوجوان در آینده مبتلا خواهد شد به یک شخص افسرده چند شخصیتی که
ممکنه زندگی خودش رو تباه کنه و در برخی موارد، در موارد حاد، حتی به خودکشی هم منجر بشه. این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند حق فرزند بر پدر این است که او را خوب تربیت کند. یکی از مهمترین مصادیق تربیت خوب این مسئله هست که در کودکی و نوجوانی باید فرزندانمون رو آشنا کنیم با این مسائل. اگر ما آشنا نکنیم، دیگران سوء استفاده خواهند کرد. بله، روایات در این زمینه زیاد هست. مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند دل نوجوان مانند زمین کشت نشده است، آن چه در آن افکنده شود می‌پذیرد. و چه بهتر این که پدر و مادر دل نوجوان خودشون رو بذر عشق، بذر محبت و بذر انسانیت بکارند. اگر پدر و مادر به وظیفه خودشون عمل نکنن، دیگران بر دل فرزند شما، نوجوان شما، بذرهای دیگری خواهند کاشت و نتیجه آن متاسفانه اون میشه که آمار نشون میده از اختلال چند شخصیتی و دیگر بحران‌ها. تماس بعدی رو وصل می‌کنید. آقای احسان از شیراز با ما هستن، سلام میکنم خدمت شما. آقای احسان صدای من رو دارید؟ سلام میکنم خدمت شما و میشنویم نظرتون رو. بهترین راه برای پیشگیری و درمان اختلال چند شخصیتی چیه به نظر شما؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام، متشکرم. لطف کنید به اختصار و سریع‌تر بفرمایید که فقط یک دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. چون که من الان که داشتم به امر شما نگاه کردم، متأسفانه شما با پیشنهاد دیوانتون مثل یک آدم تکفیری برخورد کنید. من از شما میخوام که شما اگه میخوایید یه برنامه را اداره بکنید با سیه سرد برنامه را اداره کنید. اگر هم کسی به شما زنگ میزنه، به دخل ما همه شیعه هستیم، به شما زنگ میزنه که و ما اجازه دادیم ایشون که دراجه به موضوع برنامه صحبت نمی کردن، اجازه دادیم که صحبتشون رو کامل کنن و بی احترامی نکردیم به ایشون و گذاشتیم صحبتشون کامل بشه. شما هم اگر راجع به سوژه امروز و موضوع امروز صحبتی دارید بفرمایید. در مورد سوژه صحبتی دارید در مورد موضوع امروز؟ الو، من رو دارید؟ من در رابطه با هر موضوع به شما بگم، شما باید مثل اهل بیت شما برخورد کنید، نه اینکه تا دیگه تشکر هم میکنم از شما و اینکه متاسفم که شما هم در مورد موضوع امروز صحبتی ندارید و وقت برنامه ما هم رو به اتمام هست و ثانیه های آخر برنامه هست. بیننده های محترم، تشکر میکنم از شما که در تمامی درگاه های برنامه هشتک سوژه با ما همراه هستید، از طریق تلگرام، واتساب، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و فیسبوک بیننده برنامه هستید و همراه کننده هستید. پخش زنده یوتیوب تلویزیون امام حسین رو میبینید، پخش زنده فیسبوک، پخش زنده توییتر یا از طریق موبایل خودتون لینک مستقیم موبایل رو پیگیری میکنید و برنامه های هشتگ سوژه رو در گوشی همراه خودتون میبینید. به هر حال تشکر میکنم از زحمتی که میکشید، از پیام هایی که ارسال میشه. مثل همیشه مشخصه که با تحقیق وقت میگذارید برای برنامه و مطالعه میکنید و ارسال میکنید پیامتون رو. تشکر میکنم. برنامه هشتگ سوژه رو روزهای فرد فراموش نکنید. ساعت 19 به وقت تهران مهمان خانه های شما هستیم. هر قسمت با یک سوژه خاص و متنوع. انشاءالله تا سوژه آینده. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.